سعید راد هنرمند خوب کشورمون که چند روز پیش از دنیا رفت در مورد اینکه در خارج از کشور به چه شغلی مشغول بوده هم صحبت کرد او در مورد این شغل گفت من کاری رو انجام دادم که نباید انجام می دادم اتفاقاتی که برای سعید راد در خارج از ایران رخ داد بسیار جالبه که در ادامه بهش خواهیم پرداخت سعید راد هنرمند عزیز کشورمون در آستانه 80 سالگی بود که متاسفانه از دنیا رفت. او بعد از انقلاب در هشتا فیلم حضور پیدا کرد اما بالاخره دیگه اجازه فعالیت نداشت و مجبور شد که از ایران مهاجرت بکنه و به خارج از کشور بره. شاید نوشافرین هم باعث این مهاجرت بود. سعید راد میخواست با نوشافرین زندگی بکنه و نوشافرین هم کشور هند رو برای ادامه زندگیش انتخاب کرده بود. هرچند نوشافرین و سعید راد هم سالها بعد از هم جدا شدن. سعید راد در مورد مهاجرتش گفته بود برای منی که عاشق ایران بودم و عاشق پرسپولیس و عاشق ورزش و عاشق مردم خیلی سخت بود که بخوام خارج از ایران زندگی کنم و بتونم دووم بیارم. چند تا از چمدونهام از زمانی که از ایران به کانادا رفتم هنوزم بسته بود تا وقتی که تصمیم گرفتم بعد از سالها دوباره از کانادا به کشور خودم ایران برگردم خوشبختانه این چمدانهایی که از ایران با خودم برده بودم و اونجا بسته بود دوباره توی ایران باز شد یکی از مهمترین عشقهای من عشق به میهنم و عشق به این مردم نازنین کشورمه خوشحالم از اینکه به کشورم برگشتم پوستم خونم جونم همه چیم توی ایرانه محمد حسین لطیفی هم صحبت های جالبی رو مطرح کرده و گفته سعید راد یکی از استوره های سینمای ایران بود. او هم دوره و دوست ناصر ملکمطیعی و محمد علی فردین و بازیگرای بزرگ سینما بود. سعید و خیلی از دوستانش مثل مثلا آتیلا پسیانی دیگه هیچ وقت تکرار نمیشن. به شدت برای از دست دادن این استوره بزرگ سینما ناراحتم و ناراحتم از اینکه در زمانی که زنده بودن و خودشون دوست داشتن که تو کشورشون باشن و فعالیت کنن ازشون هیچ استقبالی نشد متاسفانه با ایشون با بیمهری تمام رفتار شد بعضی از هنرمندامون موندن و تحمل کردن بعضی هم رفتن و برگشتن سعید راد واقعا توی ایران عشق میکرد نه به خاطر نقشایی که بهش داده میشد بلکه به خاطر اینکه عاشق این مردم و عاشق کشورش بود او در نقشش در فیلم های مختلف انگار واقعا زندگی می کرد همیشه توی فیلم ها می گفت نقش پدر رو به هم ندید به هم یه نقشایی بدید که عبهت خاصی داشته باشه و من به عنوان ورزشگار و بزن بهادر باشم من عاشق فیلم های جنگی هستم اصلا از نقش هایی که توی یه خونواده مثلا نقش پدر رو داشته باشم خوشم نمیاد چون اونجا مجبورم خیلی محبوس به حساب بیام در واقع یک دستی باشم و خیلی آب کشیده یه گوشه مثل یه پدر خوب باشم و بازی کنم ولی وقتی که کارهای اکشن به من بدن من به وجد میام و یه انرژی خاصی تمام وجودم رو میگیره واقعا برای نقش هم زندگی میکنم وقتی یکی از خبرنگارها از سعید راد پرسید شما در سال 63 از ایران رفتید اما با فیلم سینمایی دوئل دوباره پا به عرصه سینما گذاشتید البته گفته بودید این مهاجرت کاملا ناخواسته بوده و برای اینکه فرزندانتون به ادامه تحصیلشون بپردازند رفتید همیشه تعصب و عرق خاصی به ایران و ایرانی داشتید و نسبت به مردم یک دغدغه دق خاصی دارید آیا با همین دقدقه در سریال ترور خاموش هم حضور پیدا کردید؟ سعید راد گفت بله اون مهاجرتی که من داشتم قرار نبود برم من همیشه گفتم هیچ وقت خارج از کشور چمدونهامو باز نکردم برای اینکه میدونستم باید به ایران برگردم برای فیلم زنگی و رومی ناصر تقوایی به ایران برگشتم که متاسفانه اون اثر ساخته نشد در همون حال و هوا احمد رضا درویش پیشنهاد دوئل رو به من داد و باعث شد بمونم و کارهای دیگری رو هم انجام دادم برای تلویزیون در چشم باد مسعود جعفری جوزانی رو کار کردم در سریال سرزمین کهن کمال تبریزی هم حضور داشتم اما متوجه نشدم که چرا توی تلویزیون پخش نشد وقتی از سعید راد پرسیده شد شما حدود دو دهه در ایران نبودید فستیوال های مختلفی رو دیدید خارج از ایران برخی از هنرپیشگان تازه وارد در سینما اصرار و تمایل شدیدی دارن که گرین کارتشون رو بگیرن و برن خارج از کشور زندگی کنن سعید راد گفت رؤیاست واقعا ما نمیدونیم کجا هستیم از منی که 20 سال خارج از ایران زندگی کردم بپرسید هیچ خبری نیست میخوان یه شماره به شما بدن و همه غیرت و غرور و ملیتتون رو ازتون بگیرن شک نکنید من اونجا کاری که نباید رو انجام میدادم توی تاکسی رانندگی میکردم هیچ عبایی هم نیست برام که بگم چون باید زندگیمو میگذروندم نه با پول رفته بودم و نه سواد آنچنانی داشتم تازه دکترای ایرانی هم اگر اونجا بخوان موندگار بشن چندین بار در معرض امتحان قرار میگیرن و تازه میگن رفوزه چون ما برای جایی هستیم که آشناست و نامش ایرانه وقتی میگیم خلیج فارس یه ارق ملی خوبی در وجود هممون شکل میگیره وقتی میبینید به یه جایی میخوان تجاوز کنن و هواپیمای ما رو در یک جایی میزنن یه کاری میخواهید انجام بدید این تعصب و عشقه اینو نمیشه از مردم گرفت مردم ما بسیار با غیرت و با هستند هستن لطفا فقط موقع انتخابات این لقب رو به مردم ندید که با غیرتن از هیچ کوششی برای بالندگی و حل مشکلات این مردم دریق نکنید باید یه سرمایه گذاری ویژه برای مردم بشه وقتی خبرنگار از سعید راد پرسید برامون جالب بود که در مقطعی که جنگ رو تجربه کردید حدودا دو ماه در جبهه بودید در جنوب کشور و در بیمارستان ها هم کمک هایی رو انجام دادید. آیا خاطره ای در مورد حضورتون در جبهه دارید؟ سعید راد در پاسخ گفت ما برای یک کاری به اهواز رفته بودیم. ماشین رو هم گل زده بودیم. کپان بنزین هم گرفتیم و رفتیم. توی استانداری که مرکز ستاد جنگ بود یک کاری داشتم. وقتی با این جوون ها مواجه شدم گفتم کجا دارید میرید؟ رفتم اونجا. اتفاقا از بچه های آقای چمران هم بودن. بعدها سر یه پروژه‌ای که فیلممون توی جبهه ها بود کارگردان به هم گفت مگه تو جبهه هم بودی؟ گفتم چرا فکر میکنی من نبودم؟ گفت چه کمکی کردی؟ گفتم پا پاتک زده بودن من با همون ماشین گل زده زخمی می آوردم این یه وظیفه اخلاقیه اگر ما توی این سرزمین زندگی می کنیم باید تو همه چیز شریک باشیم توی مصیبت ها و بحران های مردم شریک باشیم و مردم ما ثابت کردن که شریک همه این اتفاقات و شرایط هستن شما ببینید زلزله که میاد مردم توی یه میدون هستن میانو تلاش میکنن. توی این شرایط ما احتیاج به یه سلبریتی نداریم احتیاج به سعید راد نداریم مردم خیلی از ما جلوتر هستن. نظر شما عزیزان در مورد شادروان سعید راد چیه؟ لطفا یک جمله در وصف این هنرمند عزیز بنویسید. شاید براتون جالب باشه ویدیو مربوط به صحبتهای خانم نوشافرین رو هم تماشا کنید که علت جداییشون از سعید راد رو توضیح دادن. برای تماشای این ویدیو لطفا روی تصویر این هنرمند کلیک کنید. خدا نگهدار.